سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما دانش آموزان عزیز. خیلی خوشحالم که من مرتضی زارعی، مدرس و مؤلف شیمی کنکور و با افتخار در مؤسسه آی کلاس در خدمت شما هستم تا بتونم یکی از مباحث خیلی مهم رو با شما کار بکنم و بتونم کمک بکنم که یه جهش شدید توی درس شیمی کنکورتون ایجاد بشه. بچه ها، مبحثی که برای شما انتخاب کردم مبحث بسیار پایه‌ای و مهم استوکیومتری هست. خودتون میدونید ریشه و اساس مسائل شیمی کنکور استوکیومتریه و اگر دانش آموزی خوب نتونه استوکیومتری رو کار بکنه، در سایر مسائل گرما، سینتیک، اسید و باز، محلول الی آخر همه مسائل ممکنه که با مشکل مواجه باشه. میدونم تو هم از روش کتاب درسی خسته شدی، ممکنه روش کسب‌های پیش ساخته یا تناسب هم اذیتت بکنه، مفهومشو کامل نگرفته باشی و اکثر دانش آموزان از مسائل شیمی کنکور میترسن. دلیلش اینه که تسلط کافی روی مبحث استوکیومتری ندارن. یه خبر خوب، من مرتضی زارعی از آی کلاس امروز کنارت هستیم تا استوکیومتری رو به یک روش اختصاصی به نام نقشه مول با تو کار بکنیم. درست شنیدی، یه روش اختصاصی ساده، خیلی مفهومی، درست و اصولی که به تو کمک بکنه این مبحث بسیار مهم رو خیلی حرفه‌ای یاد بگیری، یه رشد سریع داشته باشی. من به تو قول میدم این فایلو میخکوب بشی تا آخرش ببینی. فایلم سعی کردم برات کوتاه بکنم. حتما استوکیومتری رو یاد میگیری. من سر قولم هستم، تو هم سر قولت باش، همین فایلو تا انتها برو. اگر اون اتفاق نیفتاد کلن دیگه بیخیال من شو. من به تو قول میدم استوکیومتری که شاید چندین بار دیدی و خوب درکش نکردی، امروز در آی کلاس با من مرتضی زارعی این کار به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد. بریم سراغ استوکیومتری، مبحث پایه‌ای و ریشه‌ای مسائل و مشکل و پاشنه آشیل خیلی از دانش آموزان و عامل فرار از مسائل شیمی همین لامصبشه که شما میبینید اینجا. بریم ببینیم داستان از چه قراره. پس روشی که من با تو اینجا انتخاب میکنم برای کار کردن روش نقشه مول هست. خوب تو ذهنت برو کامل چیزی که میگم و تثبیت بکن، بعدش هر مسئله ای رو میدونی که چیکار بکنی. یه حرف خودمونی تر، میدونی چرا دانش آموزان نمیتونن مسائل رو درست کار بکنن؟ چون نمیدونن با اعداد داده شده چطور استارت بکنن. شاید تو هم با این مشکل مواجهی که نمیدونی کدوم عدد رو کجا استفاده بکنی. مسئله چند تا عدد میده، نمیدونی با چی شروع بکنی، ورودت به مسئله با چی باشه، خروجت از مسئله با چی باشه. و این بسیار برای من مهم و حائز اهمیت که دانش آموز با یک درک درست به مسئله نگاه بکنه. من نمیخوام حفظ بکنی، بس دیگه راه حل حفظ کردن. تو باید مفهومش رو یاد بگیری و بتونی با مفهومش کامل پیش بری. همراه من باش با روش نقشه مول. امروز میخوایم کار رو تموم بکنیم و استوکیومتری رو به بهترین نحو ممکن با همدیگه پیش ببریم. خوب دقت کن، من یک تصویری برای تو آماده کردم که امروز با هم روی این بسیار میخوایم کار بکنیم و مسائل رو روش سوار بکنیم. هستی با منی؟ بیا. من میگم قلب تپنده مسائل شیمی کنکور موله. حله؟ قلب خوشگل تپنده مسائل شیمی کنکور عبارت چیه؟ مول. تو باید بلد باشی، ببین اولین قدم یادگیری استوکیومتری اینه، تو باید بلد باشی هر چیزی رو به مول تبدیل بکنی و مول رو هم به هر واحدی که از تو بخوان، واحدهای رایج، بتونی تبدیل بکنی. اگه این کار رو به درستی بتونی انجام بدی، خیلی حرفه‌ای میتونی روی استوکیومتری سوار بشی و اوج بگیری. من میگم قلب تپنده، این نقشه خیلی مهمه ها، حتما اسکرینشو بگیر، حتما برای خودت این فایلو سیو کن، اسکرینشو بگیر، نوت برداری بکن، یه یادگیری فعال داشته باش. این از آی کلاس هدیه و یادگار برای تو، نقشه مول.
قلب تپنده مسائل شیمی موله. 4 واحد رایج توی کنکور داری که باید بتونی مولشون بکنی. چیه عزیز دلم؟ یکیش گرمه، یکیش لیتر گازه، یکیش مولکوله، یکیش اتمه. اوکی؟ این 4 سخته. از همه کوچولوترشون کیه؟ موله. از همه کوچولوترشون موله. اوکی؟ خب گرم رو بزرگتر کشیدم، مولکول از مول بزرگتره، اتم از مولکول هم بزرگتره، لیتر گاز از مول بزرگتره. پس احتمالاً فهمیدی اتم یه واحد ثانویه از مولکوله، یعنی مولکول از مول مشتق گرفته شده و اتم هم از مولکول. اتم بچه مولکوله که از قضا بزرگتر از خودش هم هست مثل من. خب پس میگیم موله پایه و اساس و کوچولو داستان ماست، قلب تپنده داستان ماست. مثل قلبت که هست کوچولوتره ولی فرماندهی تو رو داره به عهده میگیره. اینم این شکلیه قلب داستانه. گرم بزرگتر از موله، یعنی مول بخواد گرم بشه باید ضرب بشه، مول بخواد مولکول بشه باید چی بشه؟ ضرب بشه. مولکول بخواد اتم بشه باید چی بشه؟ ضرب بشه. هر جایی کوچولوه داره بزرگتر میشه ضربه، بزرگتره بخواد کوچولو بشه چیه؟ تقسیمه. خیلی راحت من به جای جمله نوشتن سر کلاسم میام نقشه میدم بهت، یه کار گرافیکی میدم بهت که کمک بکنه به یادگیریت، نه صرفا یه سری جملات. من باید 20 جمله می نوشتم تا این ضرب و تقسیما رو حفظ بکنی، دائم هم اشتباه بکنی، ولی با این نقشه همه چی حله. اسکرینش بگیر. مول بخواد مولکول بشه باید ضرب بشه. به چی؟ میخوام بعدم بگم بهت، فعلا عجله نکن. مولکول بخواد اتم بشه باید چی بشه؟ ضرب بشه. مول بخواد گرم بشه باید ضرب بشه. مول بخواد لیتر گاز بشه چی بشه؟ ضرب بشه. پس هر وقت این کوچولوه میخواد بزرگتر بشه ضربه، هر وقت بزرگتره میخواد کوچولو بشه تقسیم مسلمن. یعنی اتم یه بار تقسیم بشه مولکول میشه، مولکوله یه بار دیگه تقسیم بشه چی میشه؟ مولکوله میشه مول. گرم تقسیم بشه میشه مول. آقا به چی تقسیم بشه؟ گفتم میگم بهت، حوصله کن فعلا مفهومشو بفهم، بفهم کی ضربه کی تقسیم. مثلا من میخوام از لیتر گاز به اتم برسم، قلب من توی مسائل شیمی چیه؟ موله. حله. من بخوام از لیتر گاز اتم بشم چی کار میکنم؟ آقا زارعی، از لیتر گاز یه تقسیم میشی مول میاری، یه ضرب میشی مولکول میاری، یه ضرب دیگه میکنی چی میاری؟ اتم. به این راحتی. حالا از اتم میخوای گرم بشی چی کار باید انجام بدی؟ اتمت یه تقسیم میشه و مولکول میشه، مولکولت یه تقسیم میشه و مول میشه، مولت ضرب میشه و گرم میشه. یه تمرین دیگه، از گرم به لیتر گاز بخوای بری، از گرم به لیتر گاز بخوای بری چی کار میکنی؟ یه تقسیم میشی و مول میشی، یه ضرب میشی و لیتر گاز میشی. و این بسیار برای من مهمه که دانش آموزم به زیبایی بتونه اینو درک بکنه. همیشه خدا این نقشه باید تثبیت شده باشه تو ذهن تو، چون خیلی باهاش سر و کار دارم. من تو کلاسای طول سال و نکته و تست میام به کمک همین نقشه ساده کلی برات مثال حل میکنم، کلی مطلب سنگین سوار میکنم بر این آموزش. خب حالا بریم ببینیم این ضرب و تقسیم ها به کیه. حواست با منه؟ خب بیا، لیتر گاز، گرم، مولکول، اتم همشون با یه واسطه ای وصلن. وقتی میگم ضرب، سوال تو الان اینه به چی ضرب؟ وقتی میگم تقسیم، به چی تقسیم؟ اونا رو میخوایم الان با هم کار بکنیم. رابط میذارم اسمشو، رابط بین گرم و مول چیزی نیست جز جرم مولی. رابط بین گرم و مول چیزی نیست جز جرم مولی. جرم مولی قابل محاسبه هست، خیلی راحت.
جرم مولی قابل محاسبه است. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میاد میگید سی هاش سه او هاش، خب خود سوال بهت داده دیگه، میگه کربن 12، سه تا هیدروژن 3، اکسیژن 16، هیدروژن 1، جمع میبندی میبینی شد 32. پس جرم مولیت اومد، حل خیلی راحت. نیازی نیست فعلا در ابتدای کار چیزی حفظ بکنی، ممکنه در ادامه انقدی تست حل کرده باشی که جرم مولی ها دستت اومده باشه که کی چقدره. حله سیاسیوسه مثلا 100 گرمه، پرکاربرد هم هست، میگیری چی میگم؟ ولی مهم نیست، این مهم نیست که چنده و چیه و شرایطش به چه شکلی هست، ولی تو از روی فرمول تو خود سوال خودش می نویسه کربن 12، هیدروژن 1، اکسیژن 16، یه جمع ساده است دیگه. اوکی؟ رابطه بین مول و مولکول چیزی نیست جز عدد آووگادرو. حالا دقیقش 6.02 در 10^23. بعضی از سوالات ممکنه خودش بگه 6 بگیر، 6 ضرب در 10^23، فرقی نمیکنه، هر جور خودت راحتی، ولی 6.02 معقول ترینشه. خب رابطه بین مولکول و اتم چیه؟ رابطه بین مولکول و اتم چیزی نیست جز زیروند. زیروند، خب یعنی چی زیروند؟ ببین C3H8 مگه پروپان نیست؟ جمع زیروندهاشو ببین چنده؟ 11. سه تا کربن داره و 8 تا هیدروژن، جمعشون چقدر میشه برای من؟ جمعشون میشه 11. یعنی اگر شما بخواهید مول را به اتم تبدیل بکنید، یه بار باید به آووگادرو ضرب بشید مولکول بیاد، یه بار دیگه به 11 ضرب بشید تا کی بیاد؟ تا اتمهات به دست بیاد به این راحتی. خب حالا یه رابطه دیگه گفته باشم کار تمام است. رابطه بین مول و لیتر گاز چیزی نیست جز حجم مولی. در مورد این جلوتر با تو خیلی صحبت خواهم کرد، فعلا فقط شرایط استپش که میدونی دیگه، استاندارد تمپرچر پرشر، دما چی؟ 0 درجه، فشار 1 اتمسفر. خب این شرایط حجم مولی چند به تو میده؟ 22.14 لیتر. آقا همیشه اینه؟ نه، ممکنه خودش حجم مولی بده. خود سوال میگه چقدر راحت، میگه حجم مولی گازها را 25 در نظر بگیرید. میگیم دست گل شما درد نکنه، به جای 22.4 میزنیم 25. یا چگالی میده؟ میتونیم به دست بیاریم. یا دما و فشار میده؟ میتونیم به دست بیاریم. در مورد این بعدن بیشتر صحبت میکنم با تو، فعلا شرط استیپیشو در نظر بگیر. پس الان من یه نقشه کامل شده رو در اختیار تو قرار دادم. حله؟ در این نقشه کامل شده چی داری؟ میدانی قلب تپنده ات در مسائل شیمی مول است. برای اینکه واحدهای مختلف رو به مول تبدیل بکنی هیچ مشکلی نداری. برای اینکه مول رو به واحدهای دیگه تبدیل بکنی هیچ مشکلی نداری. برای اینکه واحدها رو به هم دیگه تبدیل بکنی هیچ مشکلی نداری. الان اتم چطور مول میشه؟ یه تقسیم بر زیروند، یه تقسیم بر آووگادرو. لیتر گاز چطور مول میشه؟ یه تقسیم بر حجم مولی. مول چطور گرم میشه؟ یه ضرب در جرم مولی. اوکی؟ گرم چطور اتم میشه؟ فکر کن نقشه رو بذار کنار، فکر کن گرم چطور اتم میشه؟ تقسیم بر جرم مولی میشه و مول میاد. ضرب در آووگادرو میشه و مولکول میاد. ضرب در زیروند میشه و اتم میاد. به این راحتی. اوکی؟ بیای تست حل بکنیم با هم. نقشه تو گوشه ذهنت باشه. نقشه تو گوشه ذهنت باشه. من فرضم اینه اون نقشه تو ذهنت ها. میگه در یک نمونه از گاز اتان ANA تا اتم هیدروژن هست. میگه چند گرمه؟
یعنی از کی به کی؟ از اتم باید برسی به مولکول، از مولکول باید برسی به مول، از مول باید برسی به گرم. حله؟ اون نقش اتم اینجا بود دیگه. چطور اتم میشد مولکول؟ تقسیم بر زیروند C2H6. آقا زیروندشو 8 در نظر بگیرم؟ نه 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 نه. چرا؟ چون گفته اتم هیدروژن. اگر میگفت اتم اون وقت میگفتم 8 تا. چون گفته اتم هیدروژن، چند تا اتم هیدروژن داره این عالی جناب؟ 6 تا. پس این مقدارش تقسیم بره خب چی بشه؟ 6 بشه. ببین چند تا داری؟ آووگادرو تا اتم داری. آووگادرو تا به جای اینکه ضرب کنه خود آووگادرو رو نوشته. خب جرمشو میخواد تقسیم بر زیروند 6 تقسیم بر آووگادرو. این انجام شد. تقسیم بر آووگادرو که بشه مولکول، بشه مول، مولکولت بشه مول. اوکی. خب حالا مولت چطور گرم میشه؟ آخر نقشه بود. از مول در آمدن چیه؟ ضرب. مول شدن چیه؟ تقسیمه. حالا آووگادرو بر 6 آووگادرو الان چی؟ این داستان چی الان؟ مول. مول چطور گرم میشه؟ ضرب در جرم مولی. 3.6 جرم مولیش، دو تا کربن، دو تا 12، 6 تا هیدروژن. خب چقدر میشه جمعاً؟ 24 و 6، 30 میشه. ضرب در 30 بکنم به راحتی. آووگادرو با آووگادرو بره، 30 با 6 میشه 5. یه آموند برات. پارامتری داده بود، منم پارامتری آوردم. میخواست عدد بده، منم عدد میآوردم. خیلی جالبه. پس اتم داشتی، گرم خواسته بود ازت. اتم داشتی و ازت گرم خواسته بوده. خب بریم برای ادامه داستان. میگه اتم های کلور در کلور. وای 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 وای. کلور که میگه Cl2 ها. مبادا Cl بنویسی خودتو منو بدبخت بکنی. دو اتمیا کیان؟ دو اتمیا Cl2 F2 Br2 I2 H2 N2 و O2. 7 تا شما دو اتمی داری. هیدروژن بگه منظورش H2 ها. خب اتم های کلور در 56 صدم لیتر گاز کلور، گاز کلور در شرایط استپه برابر اتم های چند گرم نئون است؟ خب اتم های کلور لیتر چطور مول میشه؟ لیتر تقسیم بر حجم مولی بشه مول شده. مول ضرب در آووگادرو مولکول شده. آووگادرو ضرب در زیروند، زیروندش چنده؟ زیروندش 2. ضرب در زیروند بشه چی میشه؟ میشه اتم. برابر اتم های چند گرم نئون. از گرم به اتم برس. ایکس گرم تقسیم بر جرم مولی نئون میشه مول. در آووگادرو میشه مولکول. نئون تک اتمیه ها. ضرب در 1. خیلی راحت، خیلی راحت. آووگادروها با هم بخورن. 56 صدم بر 22 و 4. ضرایب 22 و 4 رو یاد بگیر. 11 و 2 نصفشه. 56 یک چهارمشه. اگه این 56 بود میشد 1/4. چون 56 صدمه میشه 1/40. پس اینو خط میزنی، مینویسی 1/40 مساوی ایکس 20. تقسیم بر 2 شده، تقسیم بر 2 میشه و نیم براتو به دست میاد. خیلی ساده، خیلی راحت. حله با منی؟ بیا تست بعدی. خب میگه اتم های، خوب دقت کن، اتم های 320 گرم گاز اکسیژن یعنی O2 سری به دست بیارم. گرم داده، گرم تقسیم بر جرم مولی. جرم مولی چیه؟
او دو دو تا او دو تا 16 32 حله. خب 320 32 میشه چی؟ میشه مولت. خب حالا به اتم چطور میشه رسید؟ مول در آووگادرو میشه مولکول، مولکول در زیرون میشه اتم. اتم خاصی یا گفته؟ نه اتم گفته. حالا او دوه خواستم نمیتونه باشه. خب ضرب در دو میگه با تعداد هیدروژن، آها با تعداد هیدروژن چند گرم CH3OH x گرم تقسیم بر جرم مولیش، کربن 12، 3 تا هیدروژن 3، یه اکسیژن 16، یه هیدروژن 1، حله چقدر میشه برام؟ میشه 32. خب x 32 میشه مول در آووگادرو میشه مولکول. اتم های هیدروژن رو خواسته، اتم های هیدروژن رو خواسته، پس به زیروند هیدروژن ضرب میشه. شما 4 تا هاش دارید، ضرب در 4 بشه. فهمیدی؟ اتم های انقدر اکسیژن برابر اتم های هیدروژن متانول. آووگادرو ها با هم بخوره، 32 ها با هم بخوره، حله دو بخوره، اینم بشه دو. دو ایکست 320، دو ایکست 320. خب مسلماً ایکست چقدر میاد؟ 160 گزینه 1. حله بیا 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 بیا. خب میگه طعم و بوی زنجبیل به طور عمده به دلیل وجود فلان. اینا چرت و پرته ها، اینا رو تو صورت سوال می نویسه که ذهن تو رو منحرف بکنه ها. فهمیدی چی میگم؟ فرمولش برات مهمه، فرمولش برات مهمه عزیزم. میگه چند گرمش انقدر اتم داره. همیشه کلمه چند برام مقدسه. چرا؟ چون بعدش خروجی مسئلته. چی؟ میخوای چی بشی؟ خیلی وقتا بچه ها اینو نمیدونن، میخوان چی بشن. خب پس الان من باید بیام سراغ چی؟ میگه با فرمول این چند گرمش انقدر اتمه، یعنی من باید از اتم به گرم برسم. مستقیم که نمیشه، نه آقای زاری نمیشه. اتم باید مولکول بشه، مولکول باید مول بشه، مول باید گرم بشه. خب چطوری؟ اتم داده بهت، اونم اتم چی؟ وای اتم کربن، اتم خالی نه، اتم خالی نه، اتم کربن داده. خب 9.03 در 10 به توان 22 اتم اول باید چی بشه؟ تقسیم بر زیروند. رابطه اتم و مولکول چیه؟ زیروند. زیروند همش نه، زیروند کربن. خب حرکت بعدی باید به آووگادرو تقسیم بشه. آها الان چیه؟ الان موله. مول چطور گرم میشه؟ پس این رابط آووگادرو بود، این رابط هم چیزی نیست جز جرم مولی. خب بریم سراغ جرم مولیش. جرم مولی این ترکیب رو باید به دست بیاری. یعنی چی؟ 11 تا 12، 14 تا 1 و 3 تا 16. حله؟ خب تو محاسباتت ببین 9.03 با 6.02 میشه 1.5، 22 با 23، اینجا 23 هست، 22 با 23 میخوره یه 10 پایین، 10 با 1.5 میشه 15 صدم. پس 15 صدم بالا داری، 11 پایین داری، جرم مولی تو هم به دست میاری و ضرب میکنی و راحت تمام. گرفتی چی میگم؟ خیلی مهمه ها، رابطه رو باید درست بلد باشی یا چی کار بکنی. حله 11 تا 12، 10 تا 12 120، 12 بیاد 132،
14 تا 1 14 3 تا 16 48 48 با 132 میشه چی؟ 180 180 با 14 میشه 194. پس محاسباتت اینه 15 صدم 194 باید تقسیم بشه به 11 و راحت انجامش میدیم. خب بیا 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 بیا. خب سوال کنکوره، میگه شکل رو ببین، تو هر ظرفی، حالا شاید شکل برات بد افتاده، 10 تا ذره هست. تو هر ظرفی 10 تا ذره هست. این N2ه، این کیه؟ این باید CO باشه یا CO2؟ خب میگه نسبت C به A با همدیگه یکسانه. خب 10 تا ذره، هر ذره 5 صدم مول، هر ذره 5 صدم مول باید باشه. 10 تا 5 صدم میشه نیم، پس نیم مول تو این ظرف هست. 10 تا 5 صدم نیم مول هم تو این ظرف هست برای من. اوکیه؟ خب میگه سی به آ، سی چیه؟ مول کول، مول. اگر مول ها یکسان است، قبول میکنید مولکول ها هم یکسان است؟ اگر مول ها یکسان است، مولکول ها هم یکسان است، صحیحه. سی به آ، سی به آ، مولکول به مول. خب ب برای آنها در استپه 22.4 لیتر است. ب یعنی حجمشون، ب لیتر. حجم چطور میاد؟ مول بالا تو نقشه مولت چطور لیتر گاز میاد؟ مول ضرب در عدد حجم مولیت. خب شرط استپه یعنی 22.4، نیم مول ضرب در 22.4 میشه 11.2. این غلطه. نسبت جرم گاز سبکتر به گاز سنگینتر برابر چنده؟ 58 صدم. گاز سبکتر N2 28 گرم، گاز سنگینتر CO2 44 گرم. 28 تقسیم بر 44، خب حدوداً 58 صدم، درسته؟ میگه اگر به یک باشد، یعنی یه لیتر، یه لیتر باشن، نسبت غلظت مولی ها فلان است. غلظت مولی یعنی چی؟ غلظت مولی یعنی چی؟ یعنی مول تقسیم بر لیتر. میگه لیتراشون برابره، ایها الناس، میگه لیتراشون با هم برابره. خب مول هاشون هم که با هم برابره، لیترا با هم برابره، مول ها با هم برابره. خب دیگه چه داستانیه؟ قطعا غلظت مولی هاشون با هم یکسانه دیگه. این مورد غلط. چند تا نادرست؟ دو تا نادرست، دو تام درست. یکی از سوالای حرفه‌ای، من جای تو باشم برمیگردونم عقب دوباره نگاه میکنم. 10 ذره CO2، 10 ذره N2 توی شکل ذرات برابر، مول ها برابر، مول ها برابر، مولکول ها برابر. این نکته توی ذهنت بره، هر وقت مول ها برابرن حتما مولکول ها برابرن. چرا؟ چون هر مولی به آووگادرو ضرب شه مولکول میاد و آووگادرو یه عدد ثابته، آووگادرو یه عدد ثابته برای همه. پس مول برابر یعنی مولکول برابر. آقا مول برابر یعنی اتم برابر یا نه؟ نه، مول برابر اتم برابر نیست. دلیل چیه؟ چرا؟ چون مول به آووگادرو ضرب میشه، تا اینجاش اوکیه، ولی آووگادرو ضرب میشه به زیروند و در مولکولهای مختلف زیروندها لزوماً برابر نیست. پس اتم برابر به معنی مول برابر نیست، اما مولکول برابر به معنی مول برابر هست. خب بریم برای ادامه. تا اینجاش اوکیه؟ بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. آها، پس شما روی نقشه قشنگ مسلطی الان فهمیدی که چیکار باید بکنی،
کی با کی چه ارتباطی داره. یه بار دیگه الان ببین، این خیلی مؤثرتره چیزی که الان ببینی. اتم رابطه داره با کی؟ با مولکول. باید تقسیم بشه به زیروند تا مولکول بیاد. مولکول تقسیم بشه به آووگادرو تا چی بیاد؟ تا مول بیاد. مول ضرب بشه به جرم مولی تا گرم بیاد. پس مول شدن تو این واحدهایی که نوشتم، مول شدن تقسیم، از مول درآمدن ضربه. مهمترین مهارتی که دوست دارم تو بلد باشی همینه که بتونی هر چیزی که به شما دادند رو به مول تبدیل بکنی و مول رو به هر چیزی که از شما خواستن تبدیلش بکنی. حله؟ خب آقا من خود استوکیومتری رو میخوام یاد بگیرم. این استوکیومتری بود؟ این مبدع استوکیومتری بود. اینو یاد میگرفتی خیلی راحت تر میتونی استوکیومتری رو یاد بگیری. اون من پس نقشه مول، حالا میخوام استوکیومتری رو روی نقشه مول سوار بکنم. سر کلاس هر چیزی رو روی این روش سوار میکنم. میخوام گرما درس بدم، به راحتی روی این روش سوار میکنم. میخوام محلول درس بدم، با یه روش اختصاصی محلول رو به قدری برات آسان میکنم کیفشو ببری، لذت ببری. گرفتی چی میگم؟ خیلی برا من مهم و حائز اهمیت. خب با من باش. آقا استوکیومتری یعنی چی؟ استوکیومتری یعنی حرکت از یه گونه به یه گونه دیگه. مثلا این واکنش خیلی ساده رو توی ذهنت داشته باش. پیش نیاز استوکیومتری چیه؟ موازنه. تو باید موازنه بلد باشی، باید. حالا میگم N2-H2 شده 2NH3، چی کار باید بکنم؟ استوکیومتری یعنی چی؟ مثلا به تو میگه 12 گرم از این داره مصرف میشه، در شرایط استپه چند لیتر داره تولید میشه. یعنی باید از هیدروژن حرکت بکنی به سمت کی؟ به سمت آمونیاک بری. از هیدروژن بری به سمت کی؟ بری به سمت آمونیاک. تو چی بلدی؟ تو بلدی لیتر هیدروژن رو مثلا از گرمش بیاری یا گرمش رو از لیترش. چیزایی که تا الان خوندیم هیچ کدومشون ماده عوض نمیشد. واحدهای مختلف یک ماده داشت عوض میشد. یعنی چی؟ مثلا گرم میدادم لیتر میخواستم. اون قسمت ابتدایی درس. حالا میخوام با یه حرکت استوکیومتری رو این سوار بکنم. گرم هیدروژن داده لیتر آمونیاک میخواد. خیلی مهمه ها. دقت کن ببین چی میخوام بگم. تو از هیدروژنت میخوای برسی به آمونیاکت. مسیر چیست؟ هر چه داده را به مول تبدیل کن. آقا برای چی داد میزنی؟ چشم. هر چه داده را به مول تبدیلش بکن. خب چی داده؟ گرم هیدروژن. گرم هیدروژن تو تبدیل کن به مول هیدروژن. خب نقشه رو تو ذهنت بیار، از هر روشی برس به قلب تپندت. اوکی؟ حالا از مول هیدروژن برو به مول آمونیاک. این بهترین کارت دیگه. تا مول نشدی نمیتونی از یه ماده به یه ماده دیگه حرکت بکنی. پس تو مبدا هر چی دادن رو مول میکنیم، مول رو به مول تبدیل میکنیم، مول رو به چیزی که خواستن تبدیل میکنیم. حالا مول آمونیاک رو بکن لیتر آمونیاک. تو نقشه یاد گرفتی مول چطور لیتر میشه. ضرب در حجم مولی. آقا گرم چطور مول میشه؟ تقسیم برای جرم مولی. آقا کاملا درست. تنها چیزی که فعلا یاد نگرفتی این بخشت. مول چطور مول میشه الان میخوام بهت بگم. پس یه بار دیگه، استوکیومتری چیه؟ استوکیومتری حرکت از یه ماده به یه ماده دیگه است. حرکت از یه ماده به یه ماده دیگه رو میگن استوکیومتری. اوکی؟ حالا
چطور این کار انجام میشه؟ نقشه‌شو بیار. آقا ما به نقشه عادت کردیم، هر چی میخوای بگی نقشه‌شو بیار رو جفت چشام. حله؟ ببین شکل تو، هر کیو دادن مولش بکن توی واکنش دلخواه. یکیو میدن با یه واحدی، یکی دیگر رو میخوان با یه واحد دیگه. آقا ما چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ هر چی دادن و مولش بکن. خب من یه ورودی دارم، گرم. ورودی هم چی میتونه بشه؟ ورودی هامو بگو. 4 تا ورودی یاد گرفتی. گرم، مولکول. مول که خودش ورودی نیست، میتونه ورودی هم باشه. ایشالله که مول ورودی باشه، ایشالله مول بدن. میگن اون دنیا قرار مول بدن، مول بخوان تو بهشت، از بس راحت کیف بکنید. حله؟ و کمتر پیش میاد که مول بدن و مول بخوان. 4 تا ورودی داری. گرم، مولکول، اتم، لیتر گاز. ممکنه مول هم بدن، ایشالله. مول دادن پاش سر جلسه بندری برخص. حله؟ خب پس ما میگیم الان ورودی مسئلم هر چی هست و مولش بکن. نقشه مول بالا پایین این ور اون ور، هر چی هست و بیار مولش بکن. مولو به مول تبدیل کن. پس تبدیل از یه گونه به یه گونه دیگه همون مول به مول کردنه. برس به مقصد. حالا بیا هر چی خواستن رو به دست بیار. گرم خواستن، مول تو گرم کن. لیت خواستن، مولکول خواستن، انجامش بده. آقا چطوره؟ بیا با من. این تیکه مهمترین تیکه کلاس همه ها. همینو الان یاد بگیری دیگه داستانو بردی ها. حواست هست یا نه؟ من میگم ورودیت میخواد مول بشه. آقا ما بلدیم اینو. 2 ساعت داشتیم تو نقشه مول خودمونو میکشتیم. هرچی بدن مول میکنیم. گرم بدن تقسیم برای جرم مولی میکنیم. مولکول بدن تقسیم برای آووگادرو میکنیم. اتم بدن تقسیم برای زیرون میکنیم، بعد تقسیم برای آووگادرو میکنیم. لیتر گاز بدن تقسیم برای حجم مولی میکنیم. خب ما اینو بلدیم. چطور مول به مول بشیم؟ به یک کسر ضرب میکنم. این نقشه تو ذهنت باشه، مقصد بالاست، مبدأ پایینه. خب ضریب موازنه، حله؟ بذار اینجوری بنویسم. تو واکنش ضریب مقصد بالا، ضریب مبدأ پایین. این نقشه تو ذهنت باشه دیگه، مبدأ پایین، مقصد بالا. آقا چی داری میگی برای خودت؟ مبدأ چیه؟ مقصد چیه؟ اینا چیان؟ به قدری به قرآن استکیومتری برات شیرین میشه با این روش که نمیتونی. فقط تا آخرش دووم بیار، جان زاری تا آخرش دووم بیار، ببین چی میشه داستان. حله؟ خب من میگم تو واکنش بالا، مثلا سوختن اتان، سوختن اتان 3.6 2 تا 7 تا O2 4 تا CO2 6 تا H2O. اگه موازنه بلد نیستی سر کلاس کامل قراره بهت بگم تکنیک های جذاب موازنه ساده. فکر کن من به تو اکسیژن دادم، CO2 خواستم. مبدأت اکسیژنه، مقصدت CO2ه. ضرب در 4/7 بشی تبدیل شدی. مول O2 ضرب در 4/7 بشه مول CO2 میاد. آبو دادن اتانو میخوان، مبدأت آبه، مقصدت خاکه، مقصد همه خاکه، سوسواز. حله؟ 3.6 برای من مقصدته. پس مبدأت آب، مقصدت اتانه. ضرب در چی باید بشی؟ ضرب در 2/6 باید بشی. همیشه یه فلش بکش. ببین اون گونه‌ای که بهت داده ورودی مسئلت، میگه از این برس به این دیگه. فلش بکش، از کی قرار کیو پیدا بکنی. یه فلش بکش همیشه، از کی قرار کیو پیدا بکنی. مقصد بالا، مبدأ پایین. خیلی راحت. کی این کار رو انجام میدی؟ وقتی که مول شده باشی. هر چی دادن رو مولش کن. بلدی، اوستای این کاری، اوستای این کار شدی. ورودی تو به مول تبدیلش بکن.
مولت که اومد به مول مقصدت تبدیلش بکن. خیلی راحت تو واکنش موازنه شده ضرب کن، ضریب مقصد بالا، ضریب مبدا پایین. کی اومد برات؟ مول مقصد. حالا لیترش خواستن، مولتو لیت بکن. آقا چطور واحدهامو بیارم از روی مول؟ گرم میخوان ضرب در جرم مولی، لیت میخوان ضرب در حجم مولی، مولکول میخوان ضرب در آووگادرو، اتم میخوان هم ضرب در آووگادرو هم ضرب در زیروند. حله؟ بیا با من. ورودیت میشه مول با روشی که بلدی از نقشه. مولت میشه مول با یه ضرب، با یه ضرب به یه کسر که مقصد بالاست مبدا پایینه. مول طرف میاد. مول طرف چطور میشه خروجی؟ بلدی، اوستای این کاری. پس این تیکه بالا با نقشه است، این کار، این کارت با نقشه است، این کارت هم که با یه کسره. خیلی راحت. آقا برا من تست حل بکن. قبلی ها رو خوب فهمیدم، تست حل بکن مطلب بفهمم. آقای زارعی مگه میشه ورودی مسئله مول باشه؟ آره، چرا نشه؟ ورودی مسئلت میتونه مول باشه. واکنشو ببین. میگه 6 مول نیتروژن دی اکسید، 6 مول. همیشه فلش بکش تا دستت را بیفته. چند گرم اسید؟ اسید هاشنوسه هست. خب چیکار باید بکنی؟ خودش که موله، خدا رو شکر موله، یه 6 ضرب داره. مول به مول چطور میشه؟ مقصد بالا، مقصد هاشنوسه بالا، مبدا خودت پایین. مهمون میاد خونتون، خودت جای پایین میشینی، مهمونو بالا سر میشونی دیگه، همینه. انودوی میخوای بشی هاشنوسه، انودو پایین، هاشنوسه بالا. فلش بکش، سر فلش بالا، ته فلش پایین، با هر کدوم دوست داری یاد بگیر. ببین با این، ببین این که مول بود، مول انودو. با این کار چی شدی؟ با این کار شدی مول هاشنوسه. ببین منو، تو نقشه، تو نقشه مول چطور گرم میشد؟ آقا ضرب در جرم مولی دیگه، چه برای بچه میزنی ما رو؟ مول زما یاد گرفتیم، مول ضرب در جرم مولی بشه. جرم مولی هاشنوسه، اوسه، هاشنوسه، یه هاش یک، یه ان 14، سه تا اکسیژن، سه تا 16، 48، حل 63. خب یه ضرب در 63، 3 با 6 بره 2 بالا، 2 با 2 4، 4 تا 63، 4 تا 60 240، 4 تا 3 12، جمعش میشه 252. من عادت دارم ضربها رو تیکه تیکه انجام میدم. حله؟ وقتی میخوام 4 تا 63 بیارم، 4 تا 60 240، 4 تا 3 12، جمعشون 252. تو کلاس کلی نکته محاسباتی قراره باهات کار بکنم. عشق بکنی، عشق بکنی. خب بیا با من. به به، یه سوال. بیا 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 بیا. آها آها، بازم مول داده. دارم گرمت میکنم. گرفتی چی میگم؟ آروم آروم داریم میریم جلو، رفته رفته مسائل سخت‌تر میکنم برات. با من باش. میگه هر مول بروکسید، هر مول بروکسید. خب واکنش هم موازنه نشده دیگه، بی زحمت دیگه، بالاخره دیگه خیلی بدم نشه دیگه. شروع کن ببینم، تنبلی بذار کنار. یه بی دو و سه، دو تا بی، سه تا اکسیژن میشه سه دوم، سه میذارم چهارش میکنم دوش میکنم، چهار تا دوازده شیش میذارم. موازنه بهت یاد میدم، باقلوا کره، سر کلاس باش. موازنه صفت صد، خیلی سریع یه جلسه تمامش میکنم. میگه هر مول بروکسید چند لیتر گاز در شرایط استپه؟ از بروکسید میخواد به گاز برسه، از بروکسید میخواد به گاز برسه، حواست باشه. میگه هر مول بروکسید چند لیتر گاز در شرایط استپه تولید میشود. خب مول داده، دمش گرم، حرکت کن. مقصدت اودو، مبدأت بیدوسه. با این کار چی شدی؟ با این کار شدی مول اودو. مول اودو تو نقشت چطور میشه لیتر؟ ضرب در حجم مولی، ضرب در حجم مولی. به به،
22 و 4 دوم میشه چند؟ میشه 11 و 2. 3 تا 11 و 2 میشه 33 و 6. این که گفتن نمیخواد، بزنش کن. سوال کنکور بوده، سوال کنکور بوده. الان اینجوری نمیخواد بیاد، ما داریم لولو رفته رفته بیشتر میکنیم، حله؟ ولی سوال کنکور بوده، سال 98 سوال کنکور بوده. اوکی، شروع مسئله با مول، ولی من پیش بینی نمیکنم شروع مسئله با مول باشه. خب بیا 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 بیا. خب یه واکنش برات داده، اینم سوال کنکور بوده، موازنش میکنی؟ 1 6 6 6. خب موازنه شد. اگر هم الان رو موازنه مسلط نیستی نگران نباش، گفتم به سر کلاس میگم. الان فکر کن موازنه شده در اختیار تو هست، یعنی خودت بلدی و موازنه کردی. امروز فقط استوشو با من یاد بگیر. میگه 66 کیلوگرم گاز CO2 خب بخواد بشه قند، از CO2 به ایشون میخوایم بریم. خب چون کیلو داده، کیلو هم خواسته، گرم تبدیلش نکن، ولی اگه چیز دیگه مثلا لیت خواسته بود یا هر چیز دیگه به گرم تبدیلش بکن. خب میگه 66 کیلوگرم 66 بر گرم داده دیگه، که اولین مرحله استوکیومتری سه مرحله است. مرور استوکیومتری سه مرحله است. 1 چیزی که داده رو مول بکن، 2 مولش رو به مول تبدیل بکن، 3 مول رو به خروجی تبدیل بکن. تموم شد رفت. جرم مولی CO2، 1 کربن 12، 2 اکسیژن 16، میشه چند؟ میشه 44. من حفظم برای تو محاسبه میکنم. 66 44. حالا این چیه؟ این موله، CO2ه. وقتشه که یه پرواز بکنی. به کی؟ گلوکوز ضرب در 1/6. با این حرکت چی شدی؟ با این حرکت شدی موله. 36 8 12 O6. الان چی باید بشی؟ مولت باید گرم بشه، مول مقصد به خروجی باید تبدیل بشه. خروجی چی خواسته شده؟ کیلوگرم قند، باید به جرم مولیش ضرب بشه. 6 تا 12 12 تا 1 6 تا 16، جمعشون میشه 180. ضرب در 180 بکن، داستان تموم بشه. 6 با 66 11 11 با 44 4. 184 92 45، بزن گزینه 1 تو. آها همینه روش نقشه مول زارعی، همینه. تو آی کلاس از این خبراستا. بیا سوال 9، بیا ببینم، ببین چی. سوال خوب بخون، تو کلاس باید به من تقلید بکنی، چارچشمی نگاه بکنی ببینی مدرس چطور داره مسئله حل میکنه، میره سراغ کی. واکنش میبینم، موازنش میکنم، 1 SiO2، 1 SiC، 2 اکسیژن، 2 اکسیژن، 3 کربن، 3 کربن. میگه 1 کیلو از این ماده ساخته بشه، 1 کیلو از این ماده ساخته بشه چند لیتر گاز میاد. خب فلشو بکش، فلشو بکش. آها از SiC میخوای برسی به CO، از SiC میخوای برسی به CO. خب چطور این کار انجام میدی؟ بیا بیا بیا، اول باید چیکار؟ میگه هر کیلوگرم از این ماده، خب 1000 گرم تقسیم بر جرم مولی. جرم مولیش چیه؟ جرم مولیش SiC 40ه. SiC 1 28 1 12 میشه 40. حالا یه ضرب در 2 1 با این کار چی میاد؟ مول CO. حالا مول CO چطور میشه لیتر CO؟ ضرب در 22 4. خیلی راحت ضرب در 22 4 میشه. یه نکته خفن، یه نکته خفن. وای 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 وای، فرق تست با سوال تشریحی چیه؟ شما جوابو داری؟ جواب یکی از این 4 تا جلو چشمته. گزینه ها باید با تو حرف بزنه، باید پالس گزینه ها رو دریافت بکنی. گزینه ها دارن با تو حرف میزنن، اگر ناشنوا باشی نمیفهمی چه خبر، محاسباتت سنگین میشه.
ببین چی میگم. اولین قانون سر کلاس من، اولین قانون، قانون صفر و ممیز یعنی چی ها؟ اگر گزینه ها به صفر و ممیز حساس نبود، کاسه داغتر از آش مباش. حله؟ یعنی چی آقا؟ الان گزینه های من رو صفر تفاوت دارن؟ مثلا 56 560 دارم، 56 هم بغلش دارم؟ نه. یعنی اعداد با جنس یکسان با صفرها و ممیزهای متفاوت دارم؟ نه. مگه احمقم که صفرامو نگاه بکنم؟ مگه احمقم که ممیزهامو آدم حسابش بکنم؟ وقتی گزینه من، وقتی طراح من به صفر حساس نیست، من چرا با صفرام بازی بکنم؟ اون چیزی که شما میبینید 1004 در 2 در 224، ولی اون چیزی که من میبینم چیه؟ ببین 1000 صفراش هیچی، 1 هم که هیچی، 40 هم که هیچی، یه 4 میمونه، بالا یه 2 میمونه، یه 224 میمونه. گور بابای ممیزا، گور بابای صفرا، 2 با 4 یه 2 میمونه، 2 تا 224 112. هر عدد به فرمت 112 باشه من میزنم، 1120 باشه هم میزنم، 1 و 12 باشه هم میزنم، 112 هزار تا جلوش صفر باشه هم میزنم. جنس عددم 112ه، 112ه. پس اگر گزینه های من به صفر حساس نیست، من برای چی خودم رو خسته میکنم؟ اگر دیدی گزینه ها تفاوت در ساختار دارن و تفاوتشون تو صفر و ممیز نیست، مثلا یه گزینه باشه 12، یه گزینه باشه 1 و 2، این یعنی طراح براش ممیز مهم بوده. یه گزینه باشه 100، یه گزینه باشه 10، این یعنی طراح براش صفر مهم بوده، راه این قانون رو بسته. ولی 80% سوالا اینجوری نیست. من برات 10 تا قانون محاسبه خواهم گفت عشق بکنی. این اولیش بود. پس اگر صفرها و ممیزها در گزینه ها مهم نیست، خواهش میکنم کاسه داغتر از آش مباش عزیزم. خب بیا پایین، بیا پایین. میگه 90 گرم گلوکوز چند گرم اکسیژن؟ واکنش نداده. خودم مینویسم. گلوکوز بسوزد، سوختن ترکیبات عالی یعنی به اضافه O2 شدن و تولید CO2 و تولید H2O. 1 6 6 6. خب میگه 90 گرم گلوکوز، از گلوکوز به O2 میخوام برم. گرم گلوکوز داده، جرم مولیشو چی آوردم؟ 180. با این کار مول گلوکوزم. ضرب در 6.1، با این کار مول O2 هم. ضرب در جرم مولی O2 که 32. دیگه ختمت ها رو نکشی یا حله، دیگه بزرگ شدی، دیگه اوستا شدی تو استوکیومتریت. 90 180، 1 2، 2 با 6، 3، 3 تا 32، 96. بزن بزن مطلب رو کامل یاد بگیر، حواست به من باشه. بیا با من، بیا با من. خب یه سوالم حل بکنیم و مطلب رو جمع و جورش بکنیم. میگه تو واکنش زیر 89 گرم از یک چربی، یه موازنه ناقص داده. آی وای 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 وای، چقدر جالب. ببین این هم ضرایب مجهول، هم زیروندها. از هیدروژن نمیشه رفت چون هم ضریبش مجهول هم زیروندش. از کربن نمیشه، از اکسیژن میشه. ببین 2 تا 114، 228 تا اینجا، یه 110، 110 تا اینجا، میشه 338 تا شما اکسیژن دارید. چند تاش اینجا رفته؟ 2 تا 163. 2 تا 163 چند میشه؟ 2 تا 160، 320، 326. از 326، 338 کمش بکنی 326 رو میاد چند؟ 12. یه 6 داره. 12 ششم چی میشه؟ 12 ششم 2 میشه. پس امت 2ه، امت 2ه. حله؟ خب یه 2 بذار. ها
حالا x114 تا کربن داری، تقسیم بر دو بشه x میشه 57. شما 1220 تا هیدروژن داری، تقسیم بر دو بشه میشه چقدر؟ 110. پس دو تا C57 H110 O6 واکنش داده. خب چی 89 گرم از ایشون میگه چند لیتر اکسیژن به اکسیژن باید برسی، چند مول CO2، چند مول CO2 حله. خب چطور این کار رو انجام بدم؟ 89 تقسیم بر جرم مولی حساب بکنی، جرم مولی این پهلوان رو میاد 890 ضرب در 163 دوم. الان کی؟ مول اکسیژن. گفته حجم مولی رو 25 بگیر. گفتم بهت یا استپه میده یا میگه حجم مولی اینه، گفته حجم مولی اینه، به جای 22.4 25 میذاری رو هوا به دست میاد. چی خواسته؟ مول CO2 خواسته، یعنی یه استوئه دیگه باید بزنی به مول CO2. چی مینویسی؟ 89 890 ضرب در 114 دوم. تموم شد و رفت. 89 890 یکدهمه، یکدهم 114 دوم 57، یکدهم 57 57. خیلی راحت بزن تمومش بکن، خیلی راحت. پس بچه ها اگر استپ نبود خودش حجم مولی میده، اگر نداد چگالی و دماو فشار سر فرصت برات بررسی میکنم، در این مقال نمی گنجه. خب تو نقشت و کامل بلد شدی، یه بار بیا جنبندی بکنم داستانو برات. بیا 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 ببین ما چی شروع کردیم داستانو، چی گفتیم اول کار؟ استکیومتری به روش نقشه مول، روش اختصاصی من مرتضی زارعی. خب بیا اینجا بچه، من مرتضی زارعی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران و مدرس و مؤلف شیمی، طراح سوال آزمون‌های قلمچی و با افتخار در مجموعه آی کلاس در کنار شما هستم. نقشه مولی رو یادت دادم، گفتم هسته من موله، اتم ها دورش رو گرفتن، اومدم پایین، روش رسیدن از گونه به یک گونه دیگرم بهت یاد دادم. خب بچه ها استکیومتری به قدری مهمه که ازت میخوام این فایل رو حتما یک یا دو بار دیگه هم بشینی ریویو بکنی، کامل مرور بکنی و امیدوارم آموزشم در این مجموعه برای تو مفید باشه، به نتایج گذشته، به روند بچه های قبل. ایمان دارم به خودم که میتونم کمک بکنم به تو یه جهش شدید توی این درس برات اتفاق بیفته. همیشه من گفتم شعار و المان من جهش شدید شیمی کنکور بوده، امیدوارم در این مجموعه، در مجموعه بزرگ آی کلاس در کنار تو بتونم بهت کمک بکنم یه صعود سریع و قابل اطمینان توی درس من داشته باشی. اینجا خبری از معجزه و نمیدونم شعبده بازی و از این کارهای 10-20 ثانیه این نیست. ما برانیم که در اصولی ترین حالت ممکن به کمک تکنیک های درست و سریع کمک بکنیم که در کنار آموزش مفهومی که اساس و پیش نیاز کنکور هست بتونی یک نتیجه عالی رو در درس من که شیمی هست کسب بکنی. مرسی که همراه من مرتضی زارعی بودی، امیدوارم این فایل براتون مفید بوده باشه. فایل های من رو در آی کلاس دنبال بکن و برو برای به اوج رسیدن در این درس بسیار مهم کنکورت. خداحافظ.